خب سوال سوم، در بیت زیر کدام رایه ها دیده می شود؟ جان فدای شکر شیرین شورانگیز او، که از فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا. خب این چون مگس که تشبیه رو می سازه، تشبیه اولین آرایه صحیحمون هست. جان من مثل اول فدای شکر شیرین شورانگیز معشوق، در واقع که لب معشوق هست، استعاره مصرحه از لب، استعاره. خب جان من فدای شکر شیرین شورانگیز او. میبینید تشخیص رو میخوام بررسی کنم. مصرع اول تشخیص نداریم، که از فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا، این ورم تشخیص نداریم. خب کلمات مصرع دوم، ببینید تو گزینه یک کنایه رو میخوایم بررسی کنیم. در مصرع دوم که از فراق یار من دست بر سر خواهم گذاشت، در واقع دست بر سر خواهم برد، که کنایه از بدبختی هست، که این هم درسته. تضمین اصلا نداره. تضمین آرایه‌ای است که عین یک جمله از شاعری دیگر یا یک نویسنده دیگر یا یک عبارت قرآنی یا یک حدیث دقیقا عینش باید توی جمله شاعر یا بیت شاعر یا نویسنده اومده باشه، که اینجا اصلا نداریم. تلمیح هم نداریم. گزینه دو و چهار رد میشه. گزینه سه و یک مورد تردیدمون هست. گزینه یک رو بررسی کنیم. واجرایی داریم، شکر شیرین شورانگیز، واجرایی شه کسره هم داره، جان فدای شکر شیرین شورانگیز او، کسره یا تتابع اضافات در واجرایی لحاظ میشه، که گزینه یک تا اینجا درسته. جناس در مصرع دوم بر و سر جناس رو میسازه. تلمیح هم که اصلا نداره. یعنی ما این سوال رو با نگاه کردن به تضمین و تلمیح میتونستیم به پاسخ صحیح برسیم به سرعت، توی حداقل حداکثر 10 ثانیه.